با عرض سلام به عزیزانم، امیدوارم که سلامت و موفق باشید و خدمت شما عزیزانم عرض بکنم که مطالبی در جلسات قبلی بیان شد که به واسطه اون مطالب شما عزیزان یه سوالاتی مطرح کردید و من فصل مشترک اون سوالات رو اینجا باز میکنم و به عرضتون میرسم. خدمت شما دوستانم عرض میکنم که یک جمله‌ای هست منسوب به رسول اکرم، که میگه لا تخلو الارض عن حجت الله، یعنی زمین از حجت خدا خالی نمیمونه. این جمله منسوب به رسول اکرمه، آیه قرآن نیست، آیه شریفه قرآن مجید نیست. در قرآن مجید یک آیه‌ای به این مضمون وجود نداره، ولی یک چنین جمله‌ای منسوب به رسول اکرم. و خب باید علمای علم رجال و علم حدیث در زمینه صحت و سقم انتساب این جمله به رسول اکرم گفتگو کردن. عده‌ای از علمای رجالی در اسناد مورد استناد برای اثبات صحت این جمله به رسول اکرم بحث کردن، گفتن این جمله خیلی خوبیه، جمله زیباییه، جمله قشنگیه، ولی سند رواییش که از رسول اکرم این روایت شده باشه این جای بحث داره. دقت میکنید اینا به علم حدیث و رجال برمیگرده. ما روایت زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. یه روایتی هست که دائما بهش استناد میکنن این دایره های فرق و ادیان، که میگه که لکل امتن سامریون، یعنی هر امتی یه خائنی داره، مثل سامری که به موسی علیه السلام خیانت کرد. و سامری و امتی حسن بصری، و سامری در امت رسول اکرم در امت اسلام حسن بصری. این یه جمله منسوب شده به حضرت علی علیه السلام، که حضرت علی علیه السلام یه همچین جمله فرمودن، و در نتیجه حسن بصری مردوده. و بعد چون حضرت سید نورالدین شاه نعمت الله ولی وقتی سلسله اجازه های خودشون رو، یعنی سلسله فرمان خودشون رو که از شیخ عبدالله یافعی دریافت فرمودن و ایشون از کی گرفته اوشون از کی گرفته، منتهی میشه به جناب شیخ حسن بصری، و شیخ حسن بصری از حضرت مولا علی علیه السلام، و حضرت مولا علی از حضرت رسول اکرم. در دوران صفویه که زدیت با صوفیه خیلی زیاد بود،
برای اینه که بگن صوفیه بیدینن، لامذهبن، زالن، مزلن، منحرفن، اومدن و فرمان شیخ حسن بصری رو که توسط حضرت مولا علی علیه السلام صادر شده بود و شاه نعمت الله به اون استناد میکنه. اینو زیر سوال ببرن، یه همچین روایتی رو جعل کردن. بر اولین بار عزیزان در طول تاریخ اسلام یه همچین جمله‌ای که جناب شیخ حسن بصری سامری امت رسول اکرمه، این در زمان صفویه اختراع شده. یعنی قبلش شما تمام کتاب‌های رجالی و روایی و حدیثی رو بخونین یه همچین جمله توش نیست. این توسط مجلسی، محمد باقر مجلسی، تو بهارالانوار نقل شده 300 سال پیش و از اون به بعدم تکرار شده. خب پس بعد جستجو کرد. وقتی میگن این رسول اکرم اینو گفتن، رسول خدا اینو فرمودن، خب بعد ببینیم آیا ایشو فرمودن یا نه، باید مورد بررسی قرار بگیره اینا. حالا برای اینکه زیاد وارد این مباحث نمیخوایم بشیم، فقط یک کلمه عرض میکنم. یه جمله هست منصوب به رسول اکرم که ایشون فرمودن که زمین هیچ وقت از حجت خدا خالی نمیمونه. این جمله منصوب به ایشون. اما حالا ما میخوایم در این مورد ببینیم قرآن مجید چی میگه. هر در طول تاریخ، یعنی ما یه کره زمین داریم که این مکانه و یه تاریخ داریم که توالی اتفاقاته که این مربوط به زمانه. آدم از این مکان میتونه بره به اون مکان، دوباره بر میتونه بگرده به همون مکانی که قبلا توش بوده، این ور بره اون ور بره، مکان عوض بکنه بره. اما تاریخ مسیرش برگشت ناپذیره، یعنی شما به عقب نمیتونین برگردین، تاریخ رو به جلو میره، توالی اتفاقاتی که پشت سر هم میره. جهت حرکت زمان یک طرف است، یک سویه است، به عقب بر نمیگرده، دور نمیزن برگرده عقب. خب پس هر چیزی در تاریخ یک قبلی داره، یک بعدی داره، یک قبل و یک بعد که باید مورد توجه قرار بگیره. اگر که ما به وقایع تاریخی در ظرف زمانی که اون واقعه درش اتفاق افتاده توجه نکنیم، داریم خیالاتمون رو تعقیب میکنیم نه واقعیت های اتفاق افتاده رو. نکته مهم عزیز، خیلی مهمه.
در قرآن مجید صحبت از تاریخ وقوع اتفاقات روی زمین میکنه، روی ارض، یعنی کره زمین، رو زمین، رو سیاره خاکی. شما که قرآن رو میخونین باید به قبل و بعد رویدادها حتما توجه کنین. مثلا کدوم رویداد؟ ما داریم راجع به چی حرف میزنیم؟ در قرآن میگه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی یک زمانی بوده که زمین خالی از خلیفت الله بوده. چه زمانی بوده؟ برای اینکه شما میگی که اول آدم بوده، بعد شیس بوده، بعد فرزند شیس بوده، بعد جانشین اون فرزند، بعد کی 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 کی، بعد نوح بوده، بعد سام بوده، بعد هام بوده، یافس بوده، بعد فلان، همجوری میشموری 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 تا به الان میرسی. خب اینا رو شما با عدد و رقم حساب کن، بشمور، ببین چند سال میشه، ببین چند قرن میشه، ببین چند هزار سال میشه. کسانی که نشستن اینا رو حساب کردن میگن آقا بر اساس حساب داده های ریاضی موجود آدم 5340 سال پیش آفریده شده. آدم، اونی که بهش میگن آدم، تو تورات گفته شده آدم. تورات خب پیش از قرآن وجود داشته دیگه، انجیل پیش از قرآن وجود داشته. قبل از همه اینا این ماجرای آفرینش آدم در سنگ نگاره های بابل نگاشته شده بوده و کشف شده، الان موجوده. پس مربوط میشه به کی؟ مربوط میشه به 5000 و چند صد سال قبل. 5000 و چند صد سال قبل جانوران زیادی روی زمین زندگی میکردند، اما آدم 5340 سال قبل آفریده شده. اون آدمی که اسم همسرش حوا بوده، اون آدمی که به او و به همسرش گفته شده که تو برو تو جنت ساکن شو، اون آدم و همسرش حوایی که شیطان اونها رو از جنت بیرون کرده، اون آدمی که شما داستان زندگیشو میدونین، مکررن خوندین، اون آدمو، اون داستانو، اون آقای صفی اللهو، اینا رو قرآن اسمشو گذاشته خلیفه. انی جاعلون فی الارض خلیفه. قبلش چی؟ قبلش زمین نبوده؟ بوده. قبلش موجودات روی زمین زندگی نمی کردن؟ می کردن. قبلش هوموساپین ها نبودن؟ بودن، چون هوموساپین ها 300 هزار سال وجود دارن، نه 5000 سال. قبلش نئاندرتال ها وجود نداشتن؟ داشتن. اونا 800 هزار سال پیش به وجود اومده بودن. قبلش هومو ارکتوس وجود نداشته؟ داشته. اون 1,200,000 سال پیش به وجود اومده. قبلش هومو ابیلیس وجود نداشته؟ داشته.
اون 2,500,000 سال پیش به وجود اینا بودن. آدم 5,000 سال پیش آفریده شد، آدم با همسرش حوا که رفتن تو جنت. اون آدمی که میگه این خلیفه، پس توجه بفرمایید، پس یه زمانی هست که زمین از آفرینشش 4,500,000,000 سال داره میگذره و در طول 4,500,000,000 سال زمین خالی از حجت الله فی الارض. قبل از آفرینش زمین چی؟ کیهان کی آفریده شده؟ بیگ بنگ کی اتفاق افتاده؟ 13,750,000,000 سال پیش. یعنی 13,750,000,000 سال جهان، کائنات، یونیورس توش فرشتگان بودن، خدا باهاشون صحبت میکرد، جانوران بودن، اما تا 5,000 سال پیش آدم توش نبود. پس اونجا که میگه لا تخلو الارض عن حجت الله، میگن اینو رسول اکرم گفته. اینجا پارادوکس به وجود میاد. چطور میشه که پیغمبر یه همچین فرمایشی فرموده باشن؟ وقتی یه زمانی هست که زمین هست و تاریخ تحولات روی زمین هست، دایناسورها هستند ولی آدم نیست، جانوران مختلف هستند، اسکلت هاشون نشون میده که هستن. پس چطور میشه رسول اکرم یه همچین حرفی زده باشن؟ باید فکر کرد راجع به این مطلب. حالا 5,000 سال، 5,000 خورده ای سال پیش این آقای آدم خدا با ملائک داره گفتگو میکنه، میگه من میخوام یه شخصی رو روی زمین قرار بدم. انی جائلون، من قرار دهنده هستم، فل ارزه روی زمین، در زمین خلیفه، یه خلیفه. بعد میگه یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، تو و همسرت برین تو بهشت، و کلوا و رغدوا حیث شئتما ولا تقربوا هذه الشجره، به این درخت نزدیک نشین، هر کار دیگه میخوایم بکنیم، هر جایی میخواین تو این جنت برید. فأزلهما الشیطان، ولی شیطان لغزوند، پوست موز انداخت زیر پاشون. اینا رو قرآن میگه. بعدش چیش؟ آیا ماجرا به همونجا تموم شد؟ یعنی در 5400 سال پیش خدا گفت من میخوام یه الان، از الان به بعد یه دونه خلیفه الان میخوام درست کنم، الان، تا حالا نبوده، از الان میخوام درست بکنم، اما از همون اون خلیفه همسرش هم درست میکنه. بعد اینا شروع میکنن تکثیر شدن، تکثیر شدن، تکثیر میشن، تکثیر میشن، تکثیر میشن، زیاد میشن، تا کی؟ تا زمان نوح. به زمان نوح که میرسه
نوح میگه چی؟ نوح میگه اگه همجوری ادامه پیدا کنه سراسر زمین دچار فساد میشه. پس همشون رو ببر. میگه رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا و ان تذرهم لیذلوا عبادک ولم یلدوا الا فاجرا کفارا. یعنی اگر که اینا بمونن فساد سیستماتیزه تحت سلطه اینا همه نسل ها رو ضایع میکنه. یذلوا عبادک، بندگان تو رو به زلالت میکشونن، به گمراهی میکشونن، ناعدالتی رو جای عدالت میذارن، ضد ارزش رو جای ارزش میذارن. و لم یلدوا الا فاجرا و کفارا، و تمام نسل هایی که متولد خواهد شد بعدن کارشون فسخ و فجور خواهد بود، کفر و فسخ و فجور و غیره. پس اینا رو ببر، همه رو ببر. خب بعدش چی میشه؟ ببینین در قرآن مجید تاریخ رو داره، تاریخ اتفاقات رو داره بیان میکنه. تمدن‌های مختلف رو داره بیان میکنه، اقوام مختلف رو داره بیان میکنه. ولقد اهلکنا، یعنی ما اقوام و تمدن‌ها رو هلاک میکنیم، هلاک کردیم، نابودشون کردی. در طی قرون خب بعدش نابود کردیم، بعد چیکار کردیم؟ بعدش رو بیان میکنه. میگه بلقد اهلکنا القرون من قبلكم، اینا قبل از شما اتفاق افتاده. شما الان که شما دارین این حرفا رو گوش میدین، اینا قبل از شما اتفاق افتاده. لما ظلموا، وقتی که عدالت رو زیر پا گذاشتن، ما نابودشون کردیم. و بعد چیکار کردیم؟ و ثم، و بعد از اینکه اونا رو نابود کردیم، ثم سپس بعد از اون جعلناکم خلائف فی الارض، شماها رو روی زمین قرار دادیم. شماها که کی هستید؟ شماها خلائف، خلائف یعنی خلفا، یعنی پیش از آدم میمونا زندگی میکردن، بوزینه ها زندگی میکردن، شامپانزه ها زندگی میکردن، اورانگوتان ها زندگی میکردن. آدم اولی بود. پس خدا میگه من یه دونه الان میخوام درست بکنم، میگه خلیفه یه دونه. ولی بعدش که تاریخ میگذره دیگه نمیگه من یه دونه خلیفه میخوام درست کنم بذارم، میگه ثم جعلناکم، یعنی شماها، همه شماها، همه آدمی زاده، همه بنی بشر قرار دادیم شماها رو خلائف. زمان آدم، آدم یه دونه بود، یه دونه خلیفه. الان 8 میلیارد آدمی زاده. خدا دیگه نمیگه یه دونه خلیفه، میگه خلائف، چون 8 میلیارد شدن. اون موقع اصلا نبود، اولی که اومد به اون اولیه گفت خلیفه، الان 8 میلیارد. لننظره، که ببینیم، نگاه کنیم، من بعدهم، یعنی بعد از این که اونا رو از بین، قبل از شما
اقوامی بودن که ما هلاک کردیمشون و هلاک میکنیمشون. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم، بعد از اینها الان شما خلیفه ها اید، نه خلیفه، خلیفه ها، خلفا، خلائف فی الارض. یعنی اون چیزی که تفاوت داشت میان آدم و بشر ناندرتال، بشر هومو ارکتروس، بشر هومو ابیلیس، بشر هومو سپین، این بود که در آدم از روح خودش دمید. یعنی علاوه بر این که آدم مانند سایر جانوران تن داره و روان داره و میدان مغناطیسی داره مثل همه موجودات زنده دیگه، یک روح اضافی هم داره که خداوند درش دمیده. اما نه اینکه اینو فقط به آدم بدمه، به آدمیزاد دمیده. و همین دلیل همه آدمیزادها خلفای خدا روی زمینند. همشون 8 میلیاردند. پتانسیلمان به صورت بالقوه هر 8 میلیارد خلفای خدا روی زمینند. پس شما الان اگر بگی خلیفت الله فی الارض کیه، یعنی جس زدی تو تاریخ به 5000 سال پیش، زمانی که هیچ موجودی از طایفه بنی آدم نبوده و آدم اولیش بوده. الان 5000 سال از اون موقع گذشته و قرآن راجع به من بعدهم داره صحبت میکنه. و جعلنا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم ل یعنی به منظور، به این منظور، ننظر کیف تعملون، که ببینیم چی کار شما میکنی. چند مرده حلاجی اینه بحث. اینا رو تو قرآن گفته، اینا رو تو قرآن گفته. اون جمله منسوبه به رسول اکرمه، قطعیت نداره که متعلق به رسول اکرمه، ولی اینا قطعیت داره که در قرآن گفته. راه های شناخت عزیزان، شناخت قانونمنده. این که شما یه چیزی رو بخواییم بشناسین یه قانونی داره. راه های شناخت سه تاست. اولیشو بهش میگن قیاس، دومیشو بهش میگن استقراء، سومیشو بهش میگن تمثیل. قیاس یعنی چی؟ یعنی اینی که شما یه ظرف، ظرف مسی، ظرف آهنی، یه ظرف فلزی برمیداری، توش یه لیتر آب میریزی، کنار دریا آب میریزی، از دریا یه لیتر آب برمیداری، اینو میذاری روی آتیش، بهش حرارت میدی، بعد میبینین که این قلقل میکنه، بخار میشه. درجه حرارتتون رو میذارین توش، حرارت سنجتون میذارین اون تو، در میارین نگاه میکنین ببینین نوشته 100 درجه. این ظرفتون رو برمیدارین میرین یه جایی دیگه،
یه ساحل دریایی دیگه، یه نقطه دیگه از کره زمین. اونجا یه ظرف آب برمیدارید، دوباره میذارید رو آتیش، حرارت میدید، ببینید این به جوش میاد، قلقل میکنه. حرارت سنجو میذارین توش، در میاریم میبینین 100 درجه است. 5 دفعه 6 دفعه جاهای مختلف این چیز میکنی، یه حکم کلی در میاری. حکم کلی، اون حکم کلی اینه که آقا آب در سطح دریا در 100 درجه به جوش میاد. این میشه حکم، حکم علمی. یعنی از این به بعد هرچی آب در هر جای دنیا به جوش بیاد، دیگه شما نیاز به حرارت سنج ندارین. بگین حکم کلی اقتضا میکنه که اون ظرف آب که الان داره قول میزنه به 100 درجه رسیده باشه. اصلا علم اینجوری پیشرفت میکنه، اصلا تکنولوژی بر پایه علم اینجوری پیشرفت میکنه، چون قطعیت توشه. این دستگاه هایی که میزنن به برق آب و جوش میاره اینجوری درست شده، چون آب تابع قانونمندی حاکم بر طبیعته، نمیتونه در 100 درجه یخ بزنه، محاله. همچنین یخچال ها هم همینطوری درست میکنن. اول اندازه گیری میکنن اینا در چه درجه حرارتی آب تبدیل به یخ میشه، اونو میگن 0 درجه، اونو میگن 100 درجه. بین 0 تا 100 همه جا آب به حالت مایع، زیر 0 به حالت جامد در میاد، جامد در میاد، بالای 100 به حالت گاز در میاد. این قانون حاکم بر طبیعته، اینو باید شناخت، ازش اطاعت کرد. یعنی علم اینجوری پیشرفت میکنه، معرفت بشری بر این پایه قرار داره. مثل 2 به اضافه 2 که جبرن میشه 4، نمیتونه 5 بشه، نمیتونه 3 بشه، جبر وجود داره، بهش میگن جبر. ما باید قوانین حاکم به هستی رو کشف بکنیم. وگرنه در خیالات و خرافات سیر میکنی. علوم دقیقه وجود داره. این نوع شناخت رو اسمشو میذارن قیاس. یه نوع شناخت دیگه هست بهش میگن استقراء. یعنی از جزء به کل رفتن. در قیاس شما از کل به جزء میرسید. و نوع سوم شناختم تمثیله. و تمثیل ضعیفترین نوع شناخته. همونی که گفتم دفعه قبلا به عرضتون رسوندم. آقای بطلمیوس به آسمون شبا نگاه میکرد، ریاضیدانم بود، بعد منجمم بود، هیئتی بود. ایشون کشف کرد که ماه دور زمین میچرخه. بعد گفت خب ماه که دور زمین میچرخه یه جرم فضاییه، یه دونه جرمه که تو فضاست و داره دور زمین میچرخه. پس ماه در مدار قرار داره و زمین در مرکز قرار داره. زمین در مرکز یک کره قرار داره و در پیرامون اون کره روی یه مداری ماه داره میچرخه دور زمین. بعد گفت مریخم یه جرم فضاییه، یه جرم آسمانیه، مثل ماه که یه جرم آسمانیه، پس اونم دور زمین میچرخه. خورشیدم یه جرم آسمانیه مثل ماه، اونم تو آسمونه، پس اونم داره دور زمین میچرخه.
مشتری هم یه جرم آسمانیه، پس اونم داره مثل ماه دور زمین میچرخه، همه چی داره دور زمین میچرخه، پس زمین در مرکز عالمه. اینو میگن تمثیل. یعنی گفت چون ماه دور زمین میگرده و ماه یه جرمیه در آسمان، پس همه اجرامی که در آسمانن مثل ماه دور زمین دارن میگردن. خب این خیالات و خرافاته، اوهامه. ولی چند هزار سال فکر بشر رو متوقف کرد. تمام کسانی که بعد از بطلمیوس اومدن این مدل از جهان رو پذیرفتن که زمین در مرکز عالمه. و بعد کلیسا اومد، کلیسا یعنی کلیسایی که بعد از عیسی مسیح خواستن اول عیسی رو به دار بزنن، به صلیب بکشن و بعد به نام عیسی کلیسا درست کنن. به جای اینکه سمبل کلیسا عیسی باشه، سمبل و نماد کلیسا رو صلیب کردن، صلیب رو کردن نماد کلیسا. عیسی رو به دار زدن، یعنی به خیال خودشون قصد کردن که به دارش بزنن و دار رو نماد مسیحیت گرفتن، صلیب رو نماد مسیحیت گرفتن. بعد گفتن خدا جهان رو آفرید به خاطر عیسی، آدم رو آفرید که خلیفه خودش باشه روی زمین. آدم گناه کرد و تمام بنی آدم گناهکار شد به خاطر گناه باباش. بعد خدا عیسی رو آورد تا گناه بابا رو پاک کنه. پس باید عیسی رو پرستید. عیسی همون درجه خدا رو داره. گفتن عیسی پسر خداست. خدا جهان رو به خاطر عیسی خلق کرده. زمین رو برای عیسی خلق کرده. آسمان رو برای عیسی خلق کرده. عیسی خلیفه خدا روی زمینه. برابر با خداست. این حرفا رو گفتن تا سال 570 میلادی که پیغمبر اکرم در سال 570 میلادی به دنیا اومدن. در 633 میلادی پیغمبر اکرم رحلت فرمودن، یعنی در قرن هفتم میلادی. تمام حرفایی که قرآن باهاش مبارزه کرد، همش رو باهاش مبارزه کرد، گفت آقا این حرفایی که شماها دارین میزنین به نام عیسویت و نصرانیت و مسیحیت، اینا خلاف اصل توحیده، اینا خیالات شماست، اوهام شماست. لقد کفروا الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. گفتن قرآن باهاشون مبارزه کرد. بعد یواش یواش اینا وارد اسلام شد، یواش یواش شد انسان کامل و شد نمیدونم همون حرفایی که تو مسیحیت زده میشد عیناً وارد اسلام شد. این حرفا رو هیچوقت حسن بصری نزده، این حرفا رو هیچوقت جنید بغدادی نزده، این حرفا رو هیچ وقت معروف کرخی نزده، این حرفا رو هیچ وقت دوازده امام نزدن، این حرفا رو هیچ وقت رسول اکرم نفرموده، این حرفا تو هیچ جای قرآن نیست. اینا بعدن یواش یواش از عالم مسیحیت وارد اسلام شده. شده قلوف اسلام، تبدیل به قلوف شده. قرآن منع میکنه از قلوف. یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم،
غلو نکنید در دین خودتون، نگین عیسی خداست، نگین عیسی پسر خداست. عیسی یه بنده خدا بوده، محمد هم یه بنده خداست. هو بشرون مثل کن، خودش میگه انا بشرون مثل کن، قول انما انا بشرون مثل کن، من یه بشری مثل شما. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدن لله. عیسی هرگز اجتناب نکرد از اینکه خودش روی بنده خدا معرفی کنه، هرگز. شما چرا میگین خدا؟ چرا غلو میکنی؟ این حرفا چی چیه میزنی؟ پس بالاخره چون قرآن مجید یکی از واژه‌هایی که خیلی زیاد توش به کار رفته کلمه الله، و یکی از واژه‌هایی که خیلی زیاد توش به کار رفته کلمه علم، علم، دانش، شناخت، معرفت. آقا خرافاتو باید ریخت دور. سخت، مشکله. چند صد ساله که تو ذهن مشترک جامعه ایران کاشته شده، آبیاری شده، پرورده شده، ولی خب نتایج شومی به بار آورده. یعنی نهایتش، نتیجهش این میشه که مردم در قرن 21 میخوان حاجاتشون رو از یه چاه خالی بگیرن. چاه پرست میشن. امامزاده پرست میشن. به اینجا میکشه کار. عرفان ربطی به این حرفا نداره. عرض کردن عرفان واقعی به جهان ربطی به این حرفا نداره. ریشه عرفان اسلامی قرآن مجیده. علم و عرفان. ما با خرافات کار نداریم. ممکنه قبول حرف هایی که بنده به عرضتون میرسونم برای خیلی ها مشکل باشه، ولی واقعیت داره. قرآن میفرماید حق یعنی چیزی که متعینه، یعنی یا ماده است یا انرژی. و زن، زن یعنی چیزی که ذهن درستش میکنه که متعین نیست، یعنی نه مادیت داره نه انرژی داره، خیالات، اوهامه. ولا یقنه زن عن الحق شیئا، یعنی خیالات، اوهام، گمانها، توهمات، تخیلات، چیزایی که ذهن میسازه، بهره ای از حق و حقیقت توش نیست. بلکه یا ایها الذین آمنوا ان بعض الظن اثم، خیلی از این خیالات و توهمات گناهه. مثل اونایی که عیسی رو میپرستن. تو ذهن خودشون این اوهامشون رو متمثل و مجسم کردن، اسمشو گذاشتن عیسی. ربطی به حضرت عیسی نداره.
پس دقت کنید، اگر که حقیقتا ما دنبال معرفت الهی هستیم، دنبال معرفت هستیم، اگه دنبال علم هستیم، اگه شاگرد مکتب توحیدیم، شناخت یه اصول و قواعدی داره، یه احکامی داره، یه قانونمندیایی داره. تکیهمون روی آیات شریفه قرآنه که قطعیت داره. خارج از قرآن هر چیزی که هست قطعیت نداره، مگر اینکه علم تاییدش بکنه، مگر اینکه تجربه علمی تاییدش بکنه. خیلی از اشخاص بودن حرفایی رو که از خودشون اختراع میکردن برای اینکه بکنن تو فرق مردم، تو ذهن مردم، تو مخیله مردم جا بندازن، میگفتن رسول اکرم اینو فرمودن، میگفتن حضرت علی اینو فرمودن، پیغمبر فرمودن که هر کلامی که منسوب به من گفته میشه و شما میشنوین با قرآن تطبیقش بدید. اگر انطباق پذیر بود میتونه از من باشه، اگه نبود بندازینش تو آشغال دونی. این اون مطالبی بود که میخواستم به عرضتون برسونم. در جلسات پیشم به عرضتون رسونده بودم، در جلسات بعد مکررن تکرار میکنم به عرضتون خواهم رسون. و حتما اگر سوالاتی دارین طرح بکنین تا بیشتر و مفصلتر راجع بهش صحبت کنیم. عرضم به خدمتتون که خب الان ورزشمون رو انجام میدیم، یعنی همون نظم نفس رو انجام میدیم برای تقویت هرچه بیشتر میدان مغناطیسی و آبیاری کردن درخت انشاء تن و روان. چهار سیکل 99 تایی تنفس میکنیم با وزن آدم، آمد، هاهو، هاهو، هاهو. پس شروع میکنیم. پس دوستان عزیزم
در جمع‌بندی از صحبت‌های امروز به این نتیجه می‌رسیم که هر فردی از ابناء بشر یک روح الهی به عنوان یه نفخه درش دمیده شده و این نفخه یک پتانسیل عظیمی در اختیارش گذاشته، مثل همون دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. این حبه، این هسته برای این که انکشاف پیدا بکنه و قوای درونش به فعلیت برسه و این ذره تبدیل به خورشید بشه، نیاز به مزکی، مربی، معلم داره. در قرآن مجید می‌فرماید رسول من الله یتلو علیهم صحفا مکرمه فیها کتب. همون کسی که میگه یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، هر کسی که بخواد درخت انشاء تن و روان وجودش تحت یک متد الهی آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت بگیره و رشد پیدا کنه، نیاز به شخصی داره که اونو رشد بده، مثل باغبان. باغبانی که آبیاری میکنه اون حبه و هسته رو و علفهای هرز رو و پارازیت ها و آفت ها رو ازش دور میکنه تا این رشد بکنه. اگر که بخواد قوای جوهری خودش رو رشد بده، نیاز به مرشد داره. مرشد کسی که این راه و روش الهی تعلیم و تربیت رو بلده. معلمان و مربیان الهی بهش یاد دادند و بهش اجازه دادند که تعلیم و تربیت بده و گفتند شما باغبانی بکن. هر کسی که بخواد از این باغبان مدد میگیره برای اینکه قوای جوهریش به فعلیت برسه. اگرم که نمیخواد نخواد، به خودش مربوطه. فمن یضلل الله فلن تجد له ولیا مرشدا. تموم شد به همین سادگی. ولی اون مرشد که معلم و مربی به زبون فارسی باغبانه، اون خدا نیست، برابر خدا نیست، اون یه بنده خداست. در رابطه باهاش غلو نکنید. ازش بخوایم که ما رشد بده بر حسب مأموریتی که بهش واگذار شده. نشسته تشنه لب منم به گرد جام صد منی، خوش آن دمی
که شست و شو کنم به می سر و تنی، کنم به می سر و تنی. امید من، قرار من. فرزاد جان چشم عزیزان، تا جلسه های آینده شما رو به خدای بزرگ می سپارم. ازتون التماس دعا دارم و دعاگو هستم. یا علی.